نباشید، خیلی مخلصی. زنده باشید. استاد من الان یک بحثی میخوام بکنم در رابطه با هم تمرین هفته قبل، یعنی تمرین گذشته و هم تمرین این هفته که گذاشتیم برامون. راستش استاد، هفته گذشته تمرینی که من انجام دادم، خب چون 2 هفته مهلت داشتیم، تو هفته اول طبعا 6 تا 7 تا پوزیشن گرفتم. تو این پوزیشن هایی که تو این هفته گرفتم، خب 2 تا 3 تاش تیپی خورد، خب خیلی ایدئال بود. تو هفته بعدی خب نزدیک 23 تا پوزیشن دیگه باید میگرفتم تو یه هفته. استاد اوایلش کمی نرمال بودم، تا اینکه کم کم گفتم آخر هفته شده و خب این برنامه اینا همه رو باید انجام بدم، یه کمی از لحاظ روانی به هم ریختم که هی تون تون بیام پوزیشن بگیرم و این مسئله بتونم برسونم خودم. اوکی. این هفته استاد از اول، یعنی بر تصمیمم، یعنی اینطوری شد، گفتم آقا این سید من، چون کلا استاد همینجوری که قبلا هم خدمتتون گفتم یه مقدار صبورم، اصلا خیلی عجله ندارم، یعنی که کلا از اول یکم تایم بالا کار میکردم و گفتم این ریسکش رو به تن بخرم، این بحث 3 تا پوزیشن رو اگه نگرفتم نگرفتم، کلا بیام با دقت پوزیشنمو وارد بشم، اینطوری از این جهت نگاه کنم. خب خب این هفته به مراتب بهتر بود، یعنی بس همون نوسانات، مثلا من تو هفته گذشته تا 12 صدم 15 صدم حجم میگرفتم، ولی خب این هفته اون حجم نبود و اسیر اون نوسانات خیلی ریز نشدم و خوشبختانه این یک برایند مثبتی داشت برام و همین تونستم تقریبا مثبت کنم، از منفی 270-80 تا شاید بیشترین ضرر رو من داشتم تو بچه ها، این هفته رسوندمش به طبعا 15-16 دلار مثبت. به مراتب بهتر بود برام، ولی خب یه مقدار تعداد پوزیشن هم کمه، که انشالله حالا تو این هفته این اکانت هم و همین روش رو میرم جلوتر تو این هفته آینده کنار تمرینی که قراره بدیم، که انشالله بتونم یه هفته دیگه رو این وقت بذارم و اون خروجی اون برنامه‌ای که دارم و قشنگ بتونم نتیجهش رو قشنگ مشخص بگیرم و حتما خدمتتون میگم. خیلی عالی بود، همین، خیلی عالی بود. صحبت دیگه ای نداشتم استاد. اوکی، مرسی مرسی جان، خیلی مرسی از به اشتراک خواهش گذاشتی، میکنم. خیلی جالب بود. خواهش میکنم. نکته ای که در مورد صبر گفتی، نگاه کن نسبت به مهران چقدر متفاوت نتیجهش توی کار و در واقع به نظرم بچسب بهش، یعنی به نظرم حالا ورود 2 پله‌ای یا حتی تک پله‌ای با یه استاپ بزرگتر، چون شما صبرت بیشتر میتونی در واقع تحمل بکنی توی حالا ضرر برای که نوسان فیلتر بشه، ممکنه مثلا من نتونم، ممکنه مهران نتونم، ممکنه بعضی بچه‌ها نتونم، ولی این خودش یه ادوانتیج برای شما ببین دراز مدت تر، یعنی عملا شما ببین تایم من بالاتر میره، میره 1 ساعت 4 ساعته، ولی برای مهران میره 5 دقیقه، کاملا از همین میشه تیپ شخصیتی رو پیدا کرد از میزان صبر و چون داره برای شما کار میکنه، به نظرم خب نتیجهش هم داره همین رو نشون میده دیگه، عملا برای کار کرده به نظرم باید بچسبه به همین. بله، و اینکه این جورنال، یه چیز دیگه من از این جورنال یاد گرفتم استاد، بعضی موقع می اومدم با مثلا استراتژی جی تی اس برک اوت می اومدم یک جایی وارد می شدم قشنگ تو یک ناحیه حمایتی یا ناحیه مقاومتی رو که با یک کندل مثلا میشکست اونجا وارد می شدم. تو این جورنال یه چیز یاد گرفتم که هیچ وقت تو ناحیه حمایتی که مثلا خواه احتمال داره قیمت برگرده باید بای بزنم، ولی من با سل وارد می شدم. خوشبختانه تونستم اونم فیلتر کنم و یه جورایی آره بهتر شدم به مراتب. و جورنال حکم کتاب آسمانی تریدینگ رو داره برای در واقع به صورت شخصی برای تریدر، جورنال خیلی کمک میکنه، اصلا نباید یادش بگه، یعنی 100 تا استاد بیشتر براتون کار میکنه، بهتون یاد تمام اشتباهاتتون رو میرزه بیرون. درست. و یه سوال آخرم بپرسم، خیلی وقت نه شما نه بچه‌ها رو خیلی نمیگیرم استاد، استراتژی جی تی اس بریک اوت ما باید منتظر کندل تایید باشیم یا نه؟ این همیشه برای من سواله. نه نه نه، میتونیم باشیم، نمیگم قطعیتی وجود نداره، ولی اگر ما ببین اون چون ممکنه فیک بریک اوت باشه و دقیقا از همون جایی که کندل تایید هست برگرده قیمت، خب و این حالت ریسک ریوارد ما خیلی انظر چی میگن انظر میزان پی پی به هم میریزه، ترجیحاً اینه که دقیقاً اگر بخواد مثلا قیمت برگرده که ما استاپمون کوچیک‌تر میشه اگر در واقع استاپ بخوریم، اگر که بر نگرده ما میزان تی پی بزرگتری خواهیم داشت اگر صبر نکنیم، یعنی دقیقاً شما اگر یه زیگزاگ بندازید نقطه اون شکست رو در نظر بگیریم به عنوان یک نقطه ورود نگاه می‌کنین، تو مثلا های قبلی اگر کندل بعدی رو بخواید در نظر بگیرین استاپش بزرگتر میشه، اگر کندل لرزنده حسابش کوچیک‌تر میشه، از اون تی پی تون هم با این در واقع روش پیستر میشه،
بزرگتر میشه اگر بخوایم کندل در زنایی. نمیگم قطعیه داره خیلی مهارت میخواد، چون خیلی وقتا اصلا فیک میشه، قیمت میاد اونجا فعال میکنه و برمیگه، مخصوصا تو تایم پایین که نوسان داره خیلی وقتا فیک میشه. ولی اگر تمرین کنید درست تشخیص بدین، وینینگ ریت پیدا بکنید، خیلی سوداوره، خیلی سوداوره. این دوتا گزینه، بریک آوت و پول بک، بهترین نوع استراتژی. من تا حالا خودم ندیدم استراتژی دیگه ای که به این میزان در با سود داشته باشه. حالا اگر با پرایس اکشن و کندل ها مثلا پول بک و با کندل تایم پایین تلفیق بکنین، خیلی در واقع نتیجه بهتری هم داره، اشتباهات هم تا یادی فیلتر میکنه. بله استاد، این مووینگ 4 ساعته 20 تایی هم خیلی کمک میکرد استاد، فوق العاده بود. در صورت خیلی ممنونم استاد، دستتون رو میبوسم. اصلا دندوس بزرگواری. کیوان جان صحبت دارید، دوباره شما دستت بالاست. استاد من فقط میخواستم یه مطلب خدمتتون در مورد این هفته پیش عرض کنم خدمتتون. من دو تا مشکل داشتم، یکی این که منم مثل مسلم جان اون مشکل رو داشتم که وقتی که میومد پایین دومی میخورد میومد اصلا استفاده میزد به اون 12 دلاری میشد، یکی این مشکل بود. یکی هم تعداد پوزیشن هاست، این تعداد پوزیشن ها انقدر علاز روانی که میخوام هی سی تا بشه یه موقعی دیگه همینجوری هی علکی یه چیزی حدودش هم که میبینم میگیرم، بعد همون رو باعث میشه خطا ایجاد میشه. میدونم خطا ایجاد میشه. ممنون، ببخشید. نه درسته، تا نکته خیلی خوبه شده که خب ما چون زمانمون محدوده، میتونیم هر دو هفته یه بار سه هفته یه بار بذاریم، ولی خب به خاطر اینکه من حداقل یه آمار بتونم از شما در بیارم که چیکار کردیم. ولی واقعا اگه سی تا پوزیشن نباشه، من فکر میکنم که اگر سی تا پوزیشن نبود، من هفته گذشته، هفته که الان گذشت و حتی نه همین هفته، چون هفته قبلش که اصلا کلن من مشکل داشتم، ولی این هفته که الان گذشت اگر مشکل سی تا پوزیشن نبود من سود میشدم. و اینکه این پله دوم برای منم خوب نبود مثل مسلم عزیز. شما در واقع نوسانات فقط باید فیلتر بشن، در واقع اون نوسانات اون استاپ بزرگتر برای شما کار میکنه، منظور اینه، نیازی نیست که بخواید ریسک رو بیشتر کنید. کیوان جان قفل شدی، صدا رو داری؟ کیوان را اوکی من صدا رو داری؟ الان اومدی. من به معذرت میخوام، من اون لحظه اصلا نبودم. نه بابا اختیار داری. گفتم که ببین، شما با یه استاپ بزرگتر نوسانات رو فیلتر میکنه، نیازی به افزایش حجم نداری. درست. خب این نوع نشون میده که شما از نظر تکنیکال، یعنی فقط گیر نوسان میفتی، شما در واقع پرفورمنس شما میاد پایین، پس بهتره که نوسان ایجاد شده رو بتونی به یه شکلی فیلتر کنی بدون اینکه افزایش ریسک بدی. میشه یه بار دیگه بگیم؟ من متوجه نشدم. ببین شما به من میگی که من اگر با همین شیوه استاپ بزرگتر میبود بدون اینکه بخوام حجم اضافه بکنم نتیجه‌ام بهتر بود. خب نه، من این عرض نکردم. چی فرمودی؟ من عرض کردم که اگر اون قسمت دوم که سی تا پی پایین تر بود اگر اون نبود، یکی این مسئله که اون حجم سی پی پایین تره که یه 200 میشد، اونو من ضرر ده کرد، به خاطر اینکه منم مثل آقا مسلم میذارم انتهای روند یا قسمت هایی که احساس میکنم که روند میخواد برگرده وارد پوزیشن میشم. مسئله دوم مسئله استرسی که آدم بی دقت میشه روی تعداد پوزیشن که میخواد برسونتش به اون سی تا یه مقداری. حالا بذار مسئله اولو حل بکنیم که اونجا ببین دقیقاً همون چیزی که باز تکرار میکنم، باز رسیدیم به اون حرفی که میخوام دوباره بزنم، شما پوزیشن دوم برات کار نمیکرد. بله درست. خب پس میشه چی؟ ما پوزیشن دوم اگه بگیم اینجا حذف کنیم، یه 60 پیپ اینجا داریم دیگه، یه دونه وسط پوزیشن دومه که 200 شما میگی اینو بس. پس ما الان یه فاصله بیشتری داریم که ما اینجا میتونیم نوسان رو باهاش شما میتونید فیلتر کنید، چون میگه اگه این دومی نبود این اولیه بود، فاصله این فاصله چیکار میکنه برای ما؟ این فاصله نوسان رو فیلتر میکنه دیگه. درسته. حساب پایین تر بذاری درگیر نوسان میشی و میپری بیرون پوزیشن. درسته. اگه استاپ بزرگتر بذاری عملا نوسان رو فیلتر میکنی، فیلتر بدون اینکه بخوای این وسط یه ریسکی اضافه بکنی. درسته. تو این دقیقا صحبت ما هم بود. شما اگر شما مشکل الان متوجه شدم.
اوکی، مشکل شما اینه که نمیخوای ریسک رو اضافه کنی ولی میخوای از نوسان دور بمونی. اولا چهارش همینه که شما گفتی، یعنی استاپ بزرگتر بدون افزایش ریسک اون 200 اومه که درست. اوکی. این برای شما کار میکنه. بله. اوکی، بسیار عالی. نکته دوم فرمودی که آره اون دیگه کارش نمیشد کرد که تعداد در واقع پوزیشن چون زیاد باید می بود خطا رو بالاتر می بود، قبول دارم. البته بگم اگر در طول هفته به جای یه دونه چارت مثلا 10 تا چارت رو در نظر می گرفتین، هر چارت رو روش 3 تا پوزیشن ست می کردین تقریبا حل بود، ولی خب یه مقدار سخته برای کسانی که خیلی ذهنشون درگیر میشه اگه بخوان 10 تا چارت رو با هم لحاظ بکنن. نه من اتفاقا همه چارت رو من نگاه میکنم، ولی به خاطر اون مسئله که عرض کردم من وسط روند وارد پوزیشن نمیشم و میذارم آخر رو، یه مقداری فرصتایی که به من میده تعدادش کمه. آره این دقیقاً یه ایرادی که خود منم در واقع هم داشتم هم دارم، منتظر میشم که روند عوض بشه، بخواد عوض با. بشه بعد خودش تله میشه، یعنی خیلی جاهایی که من فکر کنم روند عوض شده تازه خودش تله است که من در واقع روانی اسکی بوده تازه میفته دوباره توی در واقع یه موج جدید و من دوباره برعکس وارد شدم. این خیلی پیش میاد برای من، هنوزم پیش میاد. این انگار که چارت نشسته که یه سری آدم ها مثل ما رو بندازه تله. اصلا دقیقا همینه. خیلی این نوسانه که ایجاد میشه. بعدیش اینه که نمیشه هیچ وقت هم در واقع هیچ معیار مشخصی برای برگشت روند رو همیشه در نظر، یه جایی میبینی که دقیقا همونجا شما فکر میکنی برگشته، یه جایی فکر میکنی این همون الگو بر نگشته. یعنی این فقط همیشه که کمک اون میکنه همین مدیریت سرمایه است، چون هیچ کس تو دنیا نمیدونه. اینجوری بهتون میگم هیچ کس تو دنیا نمیدونه، مگر اینکه بانکی که مثلا بخواد فرض کن آزی بخره برای مشتریش، اون کاری نداره اصلا قیمت کجاست، میاد مثلا اوردرشو میگیره وارد میشه تموم شد. ولی ما که تریدر هستیم متاسفانه تو این تله خیلی میافتیم. من پویام نوشته که دقیقاً تو اون تله افتادم، دقیقاً همینطوره. خب زنده باشی کیمون جان. خب امید جان شما دست بالاست. استاد جان من چون که حالا بچه هم دیدم عکس گذاشتم، ولی من فکر کنم بیشتر از همه عکس گذاشتم. واقعا شما تو ویدیوتونم گفتید، منم تو ویدیوی لایو هم گفتم، من اصلا نمیدونم چرا یا ذهنیتم اینطوری شرطی شده، باید میاد تا تیپی من میرسه، حتی شدو هم تو تیپی میره و برمیگرده میاد پایین، میره استاپم رو میزنه. این به کرات حتی تو این دوره برای من اتفاق افتاده و دریه، یا اینی که میاد فقط استاپر رو میزنه با یک شدو، یعنی حتی میگم کندل هم نمیشه و بعدش میره سمت تیپی. واقعا از لازم صدات رفت امین جان، صدات رو قطع کردی. بذارت خواهم اتفاقا من اینو میخوام ببینم یه لطفی بکنید این مسئله رو من چطوری میتونم پیدا بکنم که کجا استاپ بذارم و کجا تیپی بذارم که واقعا این مشکلم حل بشه. یعنی واقعا نمیدونم. ببین اینم باز نوسانه دیگه. ببین خیلی اون جایی که شما استاپ میخوری نگاه کنی میبینی که مثلا فقط اومده یه سایز داده برگشتی، یا درنا تیپی هم همینطوری، یا تیپی اگه ولش میکردی مجددا تیپی رو میخور. خب ببین این موقعی پیش میاد که ما داریم توی بازار پرنوسان کار میکنیم، این نوسانه بالاخره چاره اینی ازش، ما داریم توی یه محدوده براش مشخص میکنیم و انتظار داریم توی محدوده قیمت مثلا به اون تیپی ما برسه، ولی این محدوده هزار بار قیمت بالا پایین میشه. یکی از راهاش تکنیکال رو ایمپروف کردنه، یعنی به جای اینکه مثلا تمرکز رو بذارین روی مثلا یه چارت، برین توی قسمت تکنیکال صحبت میکنیم، به جاش الگو ترید کنین، یعنی الگوهایی که ما پیدا میکنیم که کار میکنن رو باید پیدا کنیم و فقط اون الگوها رو وارد بشیم، حالتهای دیگر رو وارد نشیم و در واقع یه جورایی ما یه استانداردی برای تریدای خودمون پیدا بکنیم و طبق اون استاندارد بریم جلو و غیر از اون اصلا وارد نشیم و نتیجه رو بذاریم به عهده در واقع بازار، چون دست ما نیست. خیلی جاها این اتفاق ممکنه بیفته و فقط کافیه که ما وینینگ ریت رو در نظر بگیریم دیگه، ما نمیتونیم استاپ نخوریم، اینجوری نیست که اصلا بازار استاپ نشه، ضرر نشه به شما، فقط کافیه که اوورال مثبت باشه. هر کدوم از شما تو این هفته اوورال مثبت بودین، بقیه این آشغالای ذهنی رو بریزین دور، اینا پیش میاد. نمیتونیم ما همین کمالگراییمون باعث میشه بخوایم که ضرری نکنیم، استاپی نخوریم و این اتفاق نمیفته.
بنابراین باید به جای اینکه تمرکز رو بذاریم روی اینکه چی اتفاق افتاد اونو چی کار کنیم، بیاییم اوورال ببینیم که چه درصدی از پوزیشن هم نتیجه میده، مثبت میشه، چه درصدی منفی میشه. و فقط کافی که مثبت باشه، همین، شما فقط کافی مثبت باشه. چیزی که توی ذهن شما تعیین میکنه که موفقی یا موفق نیستی اینه که مثبت باشه. آیا من چقدر زیبا ترید کردم، آیا چقدر مثلا اینجا استاپ خوردم، اه مثلا اونجا تیپی خوردم، به فلان، اینا هیچ کدوم تعیین نمیکنه دراز مدت ما موفق هستیم یا نه. اون نتیجه ای که توی استیتمنتتون میبینین، اون باید برای شما اعتماد به نفس بیاره، اون باید برای شما در واقع کمکتون بکنه که بدونین که آینده دار هست کارتون یا نه. اگر رو چیزایی که تمرکز بکنین هیچ در واقع هیچ عوایدی نداره. این هم در حال میگم این چیزی که شما گفتید توی قسمت تکنیکال بیشتر راجبش کار میکنیم. محمد جان بگو. خوبی استاد، خسته نباشید. رنده باشید. من خیلی وقت رو نگیرم استاد. من این هفته متاسفانه منفی بکنم 40 یا 50 دلار منفی بودم این هفته. ولی تو تامین در واقع قبلی دو هفته پیش خب در واقع تو معاملات یک به یک خب خیلی خوب عمل کرده بودم و گفته بودن که در واقع خوبه و همین رو ادامه بدید و مثلا دیگه یک به سه نگیرید، اون به درد شما نمیخوره. خب این هفته قشنگ از طریق پرایس اکشن هم در واقع معامله میکردم، قیمت که مثلا میرسید به محد پرایس اکشن و الگوی کندلی میداد، خب من بعد به اندازه الگوی کندلی تیپ تعیین میکردم. نه منظورم متوجه میشیم، در واقع مثلا به اندازه مثلا مورنینگ استار یا به اندازه مثلا اون کندل دوجی، خب به اندازه اون من تیپی رو مشخص میکردم، ولی قشنگ قیمت میبود به اندازه اون تیپی مثلا 25 پیپ بود، حالا 30 پیپ بود، به اندازه 60 پیپ نبود. و این دقیقاً این شد در واقع معضلی برای من. قشنگ میومد به اندازه حالا اون تیپی های معمول میومد پایین، ولی خب تیپی رو نمیزد و برمیگشت و حالا معمولا استاپ میخورد. یعنی اکثر چیزایی که این هفته من از دست دادم به خاطر این قضیه. محمد جان شما هم کوتاه مدت کار میکنی؟ بله بله. شما مثل مهران جان کوتاه مدته، چون اگه دراز مدت باشه اون 60 تقریبا بالاخره میره قیمت با یک کندل، مثلا یکی دو تا کندل. بس برای شما به نظرم این سیستم برات کار نمیکنه، باید بچسبی به همون سیستم قبلی. بله. چون پرایس اکشن هم کار میکنی، استاپ ها دقیقا نگاه کنی، مهران هم پرایس اکشن کار میکنه، تایم پایین، شما پرایس اکشن کار میکنی، اینا استاپ های کوچیک میده، تی پی های بزرگتر. دقیقا بیشتر ببینه روی در واقع جی تی اس ها بهتر عمل میکنه، یه همچین سیستمی که خطای حالا فیک بریکات ها و حالا نوسانات رو تا حد فیلتر بکنه. اگه مثلا شما جی تی اس فرض اون جی تی اس بریکات وارد بشه، اگه فرض مثلا زیرش ما یه پوزیشن بگیریم، بیایم وسطش هم دوباره وسط موج یه پوزیشن بگیریم، استاپ جفتشو بذاریم بالای مثلا های فرضاً، این میتونه فیلتر بشه تا یه حدی، چون یه موج بزرگ رو ما داریم این وسط. حالا برای با تایم فریم، یعنی طبق فرمایشتون این برنامه که برای این هفته بود بیشتر برای جی تی اس ها مثلا جواب میده؟ بیشتر برای جی تی اس ها جواب میده آره، ولی برای پرایس اکشن چون معمولا استاپ یک کندلی داره و حالا یه مقداری برای نهایتا شاید 10 پی 20 پی 30 پی مثلا استاپ داره و تی پی هاش هم معمولا حالا بستگی به موارد، بستگی به اون حالتی که تشکیل میشه دیگه. حالا متوجه بسیار ممنون، فقط خواستم اینو مطرح کنم خدمتتون. مرسی بابا، شما در نکنه، لطف کردید. زنده باشید. رضا جان بیا. سلام رضا، صدامو دارین؟ بله رضا جان بفرمایید. خسته نباشین استاد. منم یه مشکل همین کمال‌گرایی دارم که حالا بچه‌ها داشتن، یا باید هم پرایس اکشن رو کار میکنم یا باید حتما قیمت بیاد روی زون یا بیاد روی خط روندی که من کشیدم بتونم وارد عمل بشم، وگرنه نمیتونم. یعنی هی میخوام وارد عمل بشم میگم نه اینجا نمیشه، اینجا نمیشه، نمیتونم. آره بعد دقیقاً این هفته دیدم، آره بعد دقیقاً این هفته این مشکل هم داشتم که دیدم قیمت قبل خبر هی داره درجا میزنه رو خط روند من. بعد من پوزیشنمو میگیرم، میبینم اخبار اومد و میره استپا رو میزنه و میره. دقیقاً به همون حرفی که زدین رسیدم که بهونه است که برن استپای منو بزنن. اوکی ببین، بذارید، خیلی جالب شد. من میخوام یه چیزی شیر بکنم اینجا باهاتون توی چارت. بذارم پیداش میکنم، بذار بیارمش، چارتو بیارم براتون، خیلی جالبه. اوکی ببینی مثلا این چارت بیاد بالا تا بهتون نشون بدم که
چه اتفاقی افتاد؟ چارت هر وقت دیدیم من فکر کنم الان دیگه ببینید چارت رو. بله استاد. بله استاد چارت هست. ببینید من این هفته نفت رو براتون بیارم. نفت نفت نفت. اوکی نفت. خب ببینید نو این هفته این چرا اینه؟ من نفت رو میخواستم این هفته پوزیشن بگیرم اینجا شد. خب یه تریدینگ زون ما اینجا داشتیم. خب اینجا الان میبینین سطح اونجا؟ بله معلوم. خب این قیمت اومد بالا بعد اومد روی سطح اینجا من دقیقا اینجا متذاشم کلی هم صبر کردم که قیمت رسید اینجا. بعد اینجا وارد شدم یه کندل 4 ساعته تقریبا چیزم اینجا هست اگر اینجا کندل آبی میبینین؟ یه تاییدم داده. یه تاییدم داده. خب این تیکه چیه؟ این تیکه هانتینگه. خب من اینجا وارد شدم استفام گوشتم یه خورده این برتر. خب بعد یه خورده میذاشم پایین تر. اینجا میخوام اون تیکه‌ای که تیکه مدیریت سرمایه که بهتون گفتم پیاده سازی بکنین رو اینجا بهتون میگم اینجاها به درد میخوره. مثلا من اگر اینجا وارد شدم استاپو گذاشتم اینجا استاپ خورد بعد قیمت ببینین کجا رفت. فقط این هانتینگ شد. خب و من فقط استاپ خوردم استاپم اینجا خورد و خارج شدم با ضرر. اگه مثلا دو مرحله وارد شده بودم یه ورود اینجا بود یه ورود اینجا بود استاپم یه خورده مثلا زیر این لو بود اگر مدیریت سرمایه اون ضرر اجازه میداد هر دو تاش در واقع تیپی خورده و تیپی من این بالا بود. خب اون تیکه هایی که بهتون کمک میکنه ورود دو پله اینجا هاست. یعنی هم شما نوسان هم هانتینگ رو میتونید تا یه حدی فیلتر بکنید. من اومدم چیکار کنم؟ اومدم مقید باشم به مثلا گفتم دیگه این سطح مهمه کندل 400 هم داده. البته بهتون بگم ممکن بود مثلا من اگه اینجا وارد بشم حساب بزنم همین زیر یه حساب کوچیک بخورم. خب ولی کلا حساب خورم حرکت از دست رفت و این درگیر این هانتینگ شدم. این ممکنه بعضی وقت اتفاق بیفته بعضی وقت اتفاق نیفته. این هفته رو نفت برای من پیش اومد و نتیجه شد منفی. برای این حرکت هم چون اینجا شب هم هست این اتفاق افتاد. اگه مثلا تو تایم یه ساعته که اینجا باشه خب اینجا من وارد شده بودم اینجا یک ساعته یه الگوی در واقع کندلی اینجا داره دیگه. میبینین اینجا رو؟ بله من کاملا واضحه اینو میبینی؟ من اینجا خواب بودم اینجا متاسفانه تایمش خیلی تایم مزخرفه تو ونکوور. من موقعیت ها رو اینجا را اگه بودم میدیدم کل یه حرکتی ضررم جبران شد ولی نبودم و متاسفانه از دست رفت. خب این اتفاق بعضی جاها میفته بعضی جاها نه و به خاطر یه الگوی دقیقی به ما نمیده. مثلا چیز دیگه که من این توی یو اس ست بهتون بگم توی نزدک خب این ست رو من داشتم. خب قیمت رفت بالا از اینجا برگشت و اومد کجا؟ اومد دقیقا روی این ست. خب من اینجا وارد اگه نگاه کنیم یه مقداری چیزم شده این مقداری در واقع 5 6 تا کند 4 5 تا کندل دو رنج هم وجود داره. خب من اینجا وارد شدم. خب بعد به خاطر اون بحث نفت گفتم که خب این استاپ اگه بخوام در واقع بزنم باید این زیر باشه دیگه ولی این زیر بذار این فیلتره در واقع فیلتر نوسان رو اینجا بذارم. یعنی هانتینگ به نظر من اینجا هانتینگ بود چون در واقع سرشونه بود خیلی ها اینجا وارد میشن و استاپاشون این زیر میذارم. ببین چه اتفاقی افتاد. من اینجا دو تا پله دیگه وارد شدم. خب و در نهایت اینجا خارج شدم. خب در واقع اون این حالتی که توی مدیریت سرمایه این هفته گذشته به شما یاد دادم به درد اینها میخوره به درد فیلتر کردن هانتینگ ها. ولی لازمش اینه که شما باید تحلیلتون درست باشه. اگه تحلیل درست نباشه این هانتینگ ها کلی یعنی جهت کلا برعکسه و شما فقط بس مثلا اگه من اینجا چند پله وارد میشدم و استاپ میخورد تعداد 4 تا 5 تا پوزیشن استاپ خورد و ضرر خیلی زیادی به حساب زنده بود. ببخشید میان کلامتون من دارم پوزیشن هایی هم که تحلیلم درست بوده ولی هانتینگه میره دوتا استاپ منو میزنه و میاد میره سراغ همون تحلیل. هانتینگ دیگه نیست آخه. هانتینگ البته نمیدونم نمیشه الان گفت هانتینگ نیست چون بعد ببینم که چی رو شما گفتی ولی معمولا ببین هانتینگ اینجاها اتفاق میفته این کفا اتفاق میفته. ممکن بود قیمت بیاد پایین‌تر این کف این استاپ رو بزنه باز برگره بالا این اتفاق میفته. این دیگه میگم خیلی دقیق حال تشخیص نیست. البته من چون این یک سطح هم اینجا داشتم این خط روند گپ پایین اومده بود هم اینجا بود
تقریبا و یک کندل روزانه مهمم اینجا داشتم. ببینی این کندل روزانه اینجا بود، خب آبی رنگ. خب این کندل در واقع به نظر من اومد که این کندل میتونه در واقع باعث بشه قیمت بره بالا، به سمت بالا. خب برای اینجا یه تا حدی بخواد کندل روزانه در واقع مطمئن بودم که ممکنه این یه هانتینگی هم اینجا بشه، منتظر بودم که بیاد اینجا و در واقع وارد پوزیشن بشم، ولی مطمئن نبودم که بیاد استفان بزنه یا خوشبختانه نیومد. ممکنه اتفاق بیاد، ولی ما ببین تا جایی که ممکنه با این ریسک مشخص که از یه حدی بالاتر نره باید بتونیم خطاهای خودمون و هانتینگا رو فیلتر بکنیم. تمام چیزی که این هفته می‌خواستم بهتون نشون بدم این بود که اینجاها روی نفت اگر من از اون سیستم استفاده می‌کردم سودده می‌شدم، اگر با یه استاپ کوچیک بود ضررده شدم و این تجربه خودم بود. یه نمونه دیگه مثلا توی کریپتو هام بود که بذارید اینم استاد، البته روی نفت شسپیپ رو نمیداد، من تست کردم همونجا که شما ورود کردید، منم ورود کردم شسپیپه. اون شدو من فقط اشتباه بود، اون فیبو بعد اون تیپیمو زیر فیبوی 38 میذاشتم، من فیبو 38 رو تاچ کردم رد کنه استاپ منو زد. آره نه، برای شما برای اون سیستمی که مدیریت سرمایه 60 پی پی رو کاری ندارم، کلا برای تجربه خودم میگم اشتراک گذاشتم با شما که این اتفاق برای شما بعدن اگر خواستین کار بکنین ممکنه این نوسانات که بانک ها ایجاد میکنن کلا باعث بشه که تشخیص شما هم درست باشه، ولی به خاطر یه نوسان شما بازار بیافتین بیرون. نفت و در واقع نزدک اینجوری بود. حالا یکی از این حالت ها، البته نکته جالب بگن که مثلا پویا جان، پویا سالیپور خیلی دقیق این نقطه رو پیش بینی کرده بود که قیمت از اینجا برمیگرده بر اساس حالا سیستمی خودش داره، ولی سیستم من این سرشونه بود به نظر اومد که مثلا اول خطا بود، تو اون خطای تحلیلی هم با این خطای در با این قابلیت مدیریت سرمایه فیلتر شد. من یکی از چیزایی که شما در کنار تکنیکالتون میتونید به کار ببرید برای اینکه خطای تحلیلیتون رو یا حتی هانتینگ ها رو فیلتر بکنید. استاد نمیشه مثلا ما پوزیشنمون رو نگیریم بذاریم این اخبار بیاد کار خودش رو بکنه، بعد بفهمم که این اخبار مثلا کار خودش رو کرد و در جهت همون تحلیلم هم داره میره وارد پوزیشن بشم دیگه؟ آره چرا که نه، استخاره نرم تو پوزیشن، چرا که نه. آره اصلا من راحت، من خودم راحت ترم اینطوری. جمعه مثلا NFP بود که اصلا کلا سیستم رو هم ریخت. دقیقاً درسته. ممنونم ازت. خواهش می‌کنم. ببین این مثلا چند تا نکته دیگه، مثلا اینجا نگاه کنین توی ماتیکه، مثلا توی کریپتوها مثلا سطوح رو ببینین. این مثلا شما الان وقتی که به این شکل کار می‌کنین، فرض کنین روی سطح وارد می‌شین، دیگه می‌دونین این سایه برای چیه. این سایه الان می‌دونین برای چیه. خب برای چیه به نظر شما؟ استفاره جمع کنه دیگه. تموم شد رفت. استفاره زده تموم شد رفت. تموم شد رفت. خب یعنی دقیقاً ببینید کسی که اینوستر باشه اینا رو فیلتر میکنه، چون میخره میندازه گوشه میمونه مثلا ممکنه 6 ماه یه سال بعد بفروشه، ولی کسی که تریدره باید اینا رو بدونه که اینجا در واقع احتمال خطا هست و اینجا مثلا یه ورود دو پله‌ای فرض کنیم، مثلا یکی اینجا یکی اینجا با استاپ مثلا این کف فرض کنیم، خب خیلی میتونه کمک کنه. خب که طرف اینجا تشخیصش درسته، تحلیلش درسته، ولی با یه سایه میفته بیرون و در واقع از ضرر میشه. ولی در صورتی که اگه دو پله بود اون هانتینگ هم میشد، اون جی تی اس جی چی که توی ویدیوها توضیح دادم در واقع که از نقاطی که بانک ها میرن برای هانت کردن استفاده بکنیم برای ورودای بهتر، در واقع این یکی از نکاتشه. خب دقیقاً اینجا این در بروکر ها یا حالا بانک ها یا هر نهنگ ها اینجا میشن نهنگ ها اومدن استاپ جمع کنن، اینجا مثلا نقطه ورود خوب برای سیستم جی تی اس جی اچ هست. یکی این بود. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم الان دقیقا خاطرم بود، اینجا نگاه کنیم. مثلا من اینجا منتظر بودم که تو سول قیمت بیاد پایین، مثلا هنوزم ممکنه بیاد. این محدوده تقاضاست دیگه، نگاه کنین در و اینجا و قیمت اومده اینجا، مثلا کندل هم داده، خیلی ممکنه اینجا وارد بشن و ممکنه این پایین بشه چی؟ ممکنه بشه هانتینگ. خب اینجا ها میشه مثلا نقاط ورود باشه برای ما، برای اینکه مثلا اگر تکنیکال خوبی داشته باشین، برای اینکه آنترا میان دقیقا اینجا استاپار میذارن و برمیگردن بالا. یا یه نکته دیگه اگر پیداش بکنم، اون که خواستم براتون مثال بزنم،
سطوح رو میبینین؟ تو دات مثلا سطح رو میبینین؟ چقدر سطح های دقیقی هن؟ نه نکات تکنیکال هم. مثلا اینجا اومده رو سطح، باز اگه 4 ساعت هست، باز اگه دقت بکنیم، باز اگه خیلی بخوام استاپو نزدیک بذاریم، این سایه مثلا اومده استاپو زده، با یه سایه خیلی کوچیک اومده استاپو زده رفته. برای این ورود پله اینجا یه مقداری کمک میکنه برای فیلتر کردن، ولی باز هم میگم هیچ قاعده 100 درصدی نداره. ممکن شما استاپو اینجا بذارین، قیمت بیاد اینجا، در واقع چی میگن استاپ شما رو بزنه برگرده بالا، یا حتی این کارام نکنین و این اتفاق نیفته. شما مثلا خاطر هم میگم کانفرمیشن کندلی توی پرایس اکشن خیلی مهمه که اینجا بهتون نقاط ورود خیلی. استاد در واقع میشه چند تا راهکار گذاشت برای این دقیقاً روی خط روند دیگه، یا اینکه وایسیم تکلیف معلوم شه، یا دو پله‌ای، یا استاپو خیلی بزرگ بگیریم؟ آره دقیقاً، ببینید ما ترکیبی میشه از تکنیکال و مدیریت سرمایه، ترکیب این دوتا میشه که حجم بیاریم پایین، استاپ بالا. دقیقاً تکنیکال رو تنهایی اینجا ممکنه، در واقع تکنیکال ضعف نداره ها، نوساناتی که ایجاد میشه توسط بانک ها اینجا در واقع اون تحلیل ما رو به هم میریزن و اینجا باید دقت بکنیم که پایین نداره جان، اون سطح پایین حساب نمیشه، همونجایی که خط زرد کشیدی چند تا کندل داره اونجا سطح خورده اینجا، آره اون دوتا سطح حساب نمیشه؟ نه کجا این پایین نمیدونم کجا رو میگه، این نه پایین بالا همونجایی که خط زرد کشیده بودی بین اون کندل لانگ بلند زیر سطح آبی، اینجا رو میگی؟ رو به سمت چپ بیاید، الان دوتا کند اینجا دوتا حالت سمت اون خودش یه ناحیه چیز رو به چپ. نه 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 ناحیه نیست، همینجا این ناحیه نیست، ببین ناحیه اصلی جایی که قیمت رو برگردونده، نگاه کن الان همینجا ببین کجا قیمت، اینجا که قیمت سایش برگشته، نگاه کن این سایه برگشته، سایه به یه سطح خوری که برگشته دیگه، یه سطح سیمانی در نظر بگیر، اینجا ببین این سطحه، اینم سطحه. خب من اون سطح ریزم میگرفتم استاد، پایینی ها رو سه تا برخوردهای پایین رو اینجا رو، آره نه این حساب نمیشه سطح، مگر اینکه مثلا بخوای این کل اینو در نظر بگیری خب، و سایه ها رو در نظر نگیری. آره سایه ها رو در نظر نمی گرفتم، اون خودشو یه دونه سطح حمایت داخلی در نظر می گیرم من همیشه. شاید سیستم کار کنه، من نمیدونم، من تست، من سطح ها رو این در نظر میارم، نمیخوام بگم کار نمیخوام اونا رو در نظر می گرفتم، نه نمیخوام گمراهت کنم، نه این سطح نیست. ببین اونجایی که قیمت ریجکت شده، ببین شما چند جا قیمت ریجکت شده، نزدیک به هم هم هست، یه زون به ما میده. خب کجا قیمت ریجکت شده؟ نه اینجا... من اینا مثلا برمان یه سطحی در نظر، یه خط میندازم اون بالای اون کندل بدون شادو، اونجا یه خط افقی میندازم همیشه به اون سه چهار تا کندل قبلش، میگم ممکنه این یه شادو به اینجا هم بزنه. آها نمیدونم، من سیستم من نیست همینجا، نمیخوام هم نظر بدم که بخیر کار میکنی سیستم گمراه بشی به شما. رو جی تی اس پول بکا اینا جواب داده سطح داخلی به اون خاطر پرسیدم. این که من الان اینجا دارم میبینم، این جی تی اس پول بک اینجا به این سطحی که مشخص کردم جواب داده، اینجا هره. اینجا و اینجا. خب نگاه کن اگه اینجا بود که اصلا نمیخورد دیگه، سطحمون کار نمیکرد. ببینی من اون چیزی که شما میگی که شما توی اون آموزش فرمودی که بانک ها میان استاپ هانتر میکنن. خب اوکی همینجا ممکن بود اتفاق بیفته، میام یه سطحی کوچولو اون پایینش پیدا میکنم، میگم اگر قرارم باشه استاپ هانتر کنن کجا استاپ هانتر میکنن. من نظرم اینه که اینجا. آره ببین الان قیمت اومده یه بار به این سطح خورده، یه کندل سودی داده، اینجا ورود خیلی هست. خب استاپاشو رو کجا میذارن؟ میذارن این زیر دیده. اومده استاپ زده، نگاه کن استاپو زده، زوم هم میکنم برات ببین، نگاه کن اومده استاپو زده. خب دوباره بعضی اینجا وارد شدن، خب چون این کندل سودی دیگه داده دیگه، استاپ کجاست؟ این زیر. خب دوباره نگاه کن قیمت اومده پایین، حالا استاپ رو شاید نزده باشه، ولی خیلی ها اصلا وقتی که در واقع میبینن قیمت برگشت اینجا خارج میشه، یعنی الان سودی نمیکنه از این حرکت سودی بعدی. دقیقاً. خب اینجا چی میخواد؟ اینجا صبر میخواد، اعتماد به تحلیل میخواد، ریسک کردن میخواد، نقاط استاپ درست میخواد، تکنیکال درست میخواد، همه اینا باید توی
در واقع میشه گفتش که تعادلی با هم دیگه قرار گرفته باشه تا این حرکت رو بشه گرفت. اینجوری بهتون بگم. مرسی. من نکته خیلی جالبی بود. من این اون سطح پایینه خیلی منو گمراه میکرد خیلی وقت. آره نه ببین نگاه کن، میگم تو بحث تکنیکال قسمت بعدی با هم صحبت میکنیم در این مورد بیشتر که کجا رو در نظر بگیریم، ولی در کل اگه دقت هم بکنی ببین خیلی آموزش هست همین جان که وحشتناک گمراه کننده است. اصلا اینا رو نمیشه در واقع خیلی هاشون رو وظیفه تفسیر کرد. شاید مثلا اینو به این شکل بشه مثلا خط روند اینجوری بکشی، نگاه کن قیمت اومده مثلا خط روند رو به صورت مثلا فرض کن پرچم بوده گرفته، خب یه پول بک زده رفته بالا، خب و همه چی بیسیکه، هیچ چیز جدیدی نیست. من دیدم که انقدر روش های مختلف از من در آوردی اومده اینو اینجوری کنی اون اونجوری ببین. اصلا مثلا اینجا رو به شما نمیشه تفسیر کرد، این کندل ها چجوری میشه تفسیر کرد، این کندل فقط یه رنج تو بازاره، یا این نزول چجوری میشه در واقع تفسیر کرد، چجوری خاصی نمیشه، فقط یه پرچم میشه، چیز بیسیک، یعنی کاملا تمام قواعد تکنیکال هیچ چیز اضافه تری نیست. حالا من مثلا اینا مثلا اینجوریه اونا اونجوری، اصلا ببینید فقط کافیه که به بیسیک برگردیم، همه میشه با بیسیک اینا رو تعریف کرد. من خودتون که میدونید فقط با شیوه شما کار میکنم، یعنی هرچی هم آموزش دیدم همه رو ریختم دور. هیچ چیزی مثل این جی تی اس پول بک به نظر من عالی نیست. پرایس اکشن نمیدونم همه چی هست این جی تی اس پول بک، همه جا قیمت تقریبا میشه اینجوری تفسیر کرد تا یه حدی. مثلا همینجا مثلا دقت بکنی به سادگی، اگه خیلی آدم خیلی ساده ببینه پیچیدش نکنه، خیلی راحت مثلا میشه همه اینا رو تفسیر کرد. مثلا اینجا قیمت اومده پایین شکسته، اینجا یه تریدینگ زون داریم، نگاه کنید. خیلی خیلی شما حرفه‌ای‌تر از من میتونید همینا رو تشخیص بدید، مثلا گفتن نداره، ولی فقط میخوام تاکید کنم که ببینید به روش‌های خیلی ساده ببینید یه لو های شکست پول بک. خب این خب اینا فکر کنم خوراک مهرانه، این تیکه ها خوراک مهرانه که اینجا استاد ببخشید میونه کلامتون من یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم خود شما الان دقیقا کجا وارد میشید، یعنی مثلا دارم میگم الان پول بک زده شده، شما الگوی کندلی رو دیدید مثلا یه دونه همینجا وارد میشید، همینجا نه حالا میخوام همونجا که میگید، من دقیقا میخوام بدونم بعد از کدوم کندل، اگه بشمارید مثلا بعد اون کندل آبیه اونو میخوام بدونم چجوری میبینید که مثلا دقیقا تو کدوم نقطه مثلا میخوایم وارد بشید. کندل دیگه متین جان ببین کندل دوجی نگاه کن، این کندل خب، یا حتی کندل قبلیش، ممکنه کندل قبلیش باشه، این البته این کندل قبلیش هم هست 100 درصد اینم سیگناله، نگاه کن مشخص بکنم، یعنی منتظر نمونید یه کندل قرمز بعدی بزنه که تایید بده مثلا. نه تو پرایس اکشن نه. من یه مشکل رو داشتم که مثلا می اومدم کندل تایید رو هم می گرفتم یکم دور می شد، مثلا حجم هم یکم تغییر، الان خیلی خوب شدیم چیزی واسه من گفتی، بعد تایم پایین تر هم میریم. آره ببین اینو می خواستم بگم، منتظر بودم صحبت تموم شد. ببین این محدوده رو وقتی مشخص بکنی، خب ما تریدینگ زون رو داریم دیگه، تایم پایین تر میریم، اینجا رو نگاه کن، تو تایم پایین تر قطعا یه سری سیگنال های تایم پایین تر ما داریم. بذار بیارم اینجا رو مثلا برای اوکی نگاه کن، تایم یه ساعت رو خب الان اگه بخوام تایم یه ساعت رو در نظر بگیریم این میشه چی؟ الگوی توی تایم یه ساعت کانفرمیشنی که شما میخوای اینجا میشه گرد، این یه الگوی ایوینینگ استاره، میبینی؟ بله این بعد از این الگو میشه نقطه ورود ما. استاپ هم نمیخواد دقیقا اینجا باشه، چون اینجا بهتون گفتم اینجا همیشه یا اکثر وقت هانتینگ میشه، خب بهتره که استاپ یه نقطه مطمئن‌تر باشه که الکی استاپ نخوریم. ببین با تمام این زوری که ما میزنیم با تکنیکال وارد شدن تایید گرفتن و و و خب ممکنه فقط با یه سایه این بروکر یا نهنگای نامرد همه این زحمات هدر بره، بعدش افسوس بمونه. پس بهتره که یه مقدار استاپ مناسب‌تر بذاریم که الکی اینجا استاپ نخوریم. حالا کل این منطقه رو اگه باز ببینید تو تایم 5 دقیقه ببینید یه سرشون است، یا 15 دقیقه 5 دقیقه ببینید دوباره بریم توی من پیداش میکنم بازم آکه ببینه همین تریدینگ زون اینجا
سرشونه رو میبینین؟ دقیقا سرشونه است. بله. آره. تو تایم 5 دقیقه هم میشه حتی نگاه کنین سرشونه. اگه بخوام خیلی بخوام خیلی استاپ رو خیلی مویی بذاریم و این نقطه رو قبل از که تشکیل شه به عنوان شانه در نظر بگیریم، شکسته، اومده بالا، استاپ این بالا رو زده، حتی تو تایم پایین الگوهای هانتینگ رو میتونیم ببینیم. اینا چیکار میکنه؟ اینا صبر شما رو به سر میاره، اینا شما رو عصبی میکنه. اینا مثلا شما که اینجا وارد شدی، اینجا قیمت برگرده بالا، از نظر احساسی ببینید چقدر الان ما یه لحظه داریم قیمت رو میبینیم تموم شد رفت، ولی اون لحظه که شما پوزیشن رو میگیری از احساسی کلا به همتون میریزه. چرا من اینجا که گرفتم استاپ برعکس شد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ خب اینجاست که تکنیک های مدیریت سرمایه یا حتی تجربه شما تو بازار خیلی بهتون کمک میکنه. حالا میپذیری اگه یادتون باشه بهتون گفتم که دست به استاپ نزنید به خاطر اینجاست. این چی میگم؟ اینجایی که در واقع قیمت برمیگرده بالا، خیلی از شما خارج میشین پوزیشنی که گرفتین رو و حرکت قیمت کلا از دست میدین به خاطر اینکه دست زدین به استاپ. از اون طرف استاپ رو جایی بزنید که مناسب باشه، دور از دست هانترها باشه. اینا تمام تکنیکاییه که در واقع شما باید رعایت کنید. میخوایم ترید بکنیم باید رعایت بکنیم. اتفاقا اگه خاطرتون باشه میونه که علامتون من گفتم حتی توی دو هفته گذشته که دست نزدم اصلا حتی به هیچ چیزی، ولی خب اگه مثلا منتقل میکردم حتی استاپ رو به نقطه ورود و ریسک پری میکردم، گاهی اوقات میشد که میومد مثلا استاپ منو میزد و ریسک پری در واقع جواب نمیداد، در صورتی که من حتی تو سود رفتم با اینکه مثلا دست نزدم کلا. میدونی مثل چی میمونه؟ ببین مثل جایی که رنج هست و جایی که رنج. ببین اینجا اگر این کارو میکردی خب این منطقه قیمت حرکت داشتن بر نمیگشت استاپتو بزنه. نگاه کن این منطقه با این منطقه کاملا متفاوته و معیار ثابتی برای هر دو حالت نمیشه متین جان داد. میدونی ممکن بود اینجا مثلا استاپتو بذاره رو صفر بیاد بخوره و حرکت کنه بره، ممکن بود اینجا اصلا استاپتو بذاره رو صفر قیمتم بر نگره و یه ریوارد خیلی خوب بهت بده. دقیقاً این تجربه است. دقیقاً این تجربه است. و اینکه آیا بهتره که استاپ رو صفر بذاریم؟ از نظر روانی هر کسی متفاوته. یه وقتی من اصلا اعصابم هم می‌ریزه بخوام پوزیشنم بره تو ضرر، ترجیح میدم که رو صفر خارج شم برم بگیرم بخوام صبح پاشدم یا تو ضرره ببخشید یا تو سوده یا رو استاپ رو صفر خورده رفته پایین. یا وقتی نه یه نفر هست میگه خب اوکی من ریسکشو میپذیرم به حجم پوزیشن، به ریسک پذیری شخص، به بس روانشناسی، اینا خیلی بسیج داره، میگم من ریسکشو میپذیرم وای میسم یا استاپ میخورم یا میرم بیرون. خب حالا این طرف مثلا اینجا ممکنه پوزیشنش اومده باشه تو سود، اینجا بعد دفعش تو ضرر، بعد دیو ریخته باشه، ممکنه استاپ اگر ریسک فری کرده باشه استاپش بخوره، ممکنه هستش که سود خوب بگیره و بیاد بیرون. اینا کاملا یه سری مسئله شخصی است، منتها اینا همش با تجربه دست میاد و همین تمرینایی که ما کردیم با هم، استاپو دست نزنیم، استاپو کجا ریسک فری بکنیم، آیا این کارو بکنیم، خود مارکت رو چجوری بشناسیم، بحث روانشناسی فردی خودمون چجوری، چقدر صبر داریم، آیا حاضریم که اون ضرر رو بکنیم یا حاضر نیستیم، تمام اینا در واقع میشه گفتش که تکنیکایی که ما اینجوری یاد میگیریم بعد باید مچ بکنیم با اون بحث روانشناسی فردمون، اونجایی که احساس راحتی میکنیم بر طبق قواعدی که الکی به خاطر نوسان، به خاطر هانتینگ، به خاطر مثلا یه حرکت الکی بازار، بازار بیرون نیافتیم و در نهایت تبدیل بشه به در واقع سوددهی دراز مدت. بداشت دوستمون هم من عذرخواهی میکنم. اصلا میشه اینو گفت که هانتینگ ها بیشتر در مناطق حمایتی و مقاومتی اتفاق میفته؟ بله. میدونی چرا؟ چون اکثر استاپ ها اونجاها قرار میگیرن، یعنی جایی که استاپ زیبایی نگاه کن اینجا چرا اتفاق نیفتاده، بذار اصلا نگاه کن این حرکت رو، شما هانتینگ میبینی؟ راست قیمت رفته به سمت پایین، ولی اینجا من فکر میکنم ماها که بیشتر روی این خطوط وارد پوزیشن میشیم درگیر این داستان میشیم. دقیقا. ببین ما میخواییم بهترین نقطه وارد شیم دیگه. خب احتمال خیلی جالبه بحث تکنیکال. تکنیکال خودش هم به شما لید میده، یعنی هم به شما نشون میده که کجا باید وارد شین، هم دقیقا نقطه هستش که نقطه ضعف تکنیکالیست هاست برای اینکه اونجاها نقطه ضعف نیست، البته نقطه تارگت قرار گرفتن تکنیکالیست ها توسط بانک ها یا نهنگ هاست، چون اونا میدونن شما کجا وارد میشین. خودشون تکنیکال بلدن دیگه.
اصلا ربات در گذاشتن قشنگ نقاط خیلی اصلا نقاط استاپ رو میبینن، بروکرها که کامل میبینن، یعنی یه تعداد مثلا 10,000 تا 20,000 تا مشتری دارن کاملا میبینن که کجا اکثرا استاپ گذاشتن. برای حل این مشکل فکر میکنید که باید حجم رو کمتر کرد و فاصله استاپا رو بیشتر کنیم؟ یکیش همونه، یکیش هم ورود دو پله ایه، همون چیزی که بتون مثلا اگه اینجا وارد میشدین خب فرض کنید اولا که ببینید باید به تحلیلتون اطمینان داشته باشی، یعنی باید بذارین استاپ بخوره ولی استاپ جای مناسب بخوره، یعنی اگه مثلا اینجا وارد میشه فرض کنید اینجا وارد میشدین خب برای سل یا جی تی اس در واقع بریک اوت دیگه چی میشد، اینجا سل کردین این باید میاد بالا استاپتون اگه اینجا باشه میاد. اگه مثلا سی پی پی اینجا یه نقطه دیگه وارد میشد استاپ جفتشو مثلا داشتیم بالا چی میشد، دیگه دستش نمیرسید. اوکی دوستانی که این هفته گذشته ضرر کردن خب این تکنیکالشون رو بر اساس این تنظیم نمیکنن، این سیستم میتونه خیلی سیستم مدیریت میتونه خیلی قدرتمند باشه برای کسانی که میدونن چجوری ازش استفاده بکنن. نقاط ورود خیلی مهم، نقاط در واقع فرار کردن از زیر دست هانترها. استاد اینجا این اتفاق افتاده، بعضی موقع همین فرار انجام میکنیم دوباره هم قیمت میره رو به بالا، دوباره میگم که بالایی رو میزنه. تکنیکال بسیار قوی و تجربه زیادی تو تکنیکال میخواد و این فکر نکن که مثلا من این خطا رو انجام نمیدم و منم سرشار خطا، خیلی وقت آدم نمیدونه که آینده است دیگه، الان دوت راحت میشه تفسیر کنه. مثلا فرض کن اگه اینجا بود، فرض کن اینجا بریک اوت بود، اینجا مثلا ورود بعدی بود، خب استاپ میذاشتین اینجا چی میشد، میزد دیگه. نقاط خیلی مهم میخواد، بیشتر نقاط تریدینگ زون، حتی اینجا اگه ببینید تریدینگ زون رو داریم، من بکشم براتون. نمیگم که این همیشگی، اصلا یه چیزی به نام همیشگی ما تو بازار نداریم خب، ولی بهتره که ما زونامون رو مشخص بکنیم و خطاهای اینچنینی رو بتونیم مثلا فیلتر بکنیم تا یه حدی، که یکی از راهاش همین ورود دو پله‌ایه. البته میگم چون ما عدد دقیق گذاشتیم شما فلکسیبل نبودیم برای اینکه اینجا وارد شید، برای همین میخوام این هفته کلا تمرینی که داریم اینه که دیگه اختیارش دست خودتون باشه کجا وارد شین، آیا دو پله‌ای وارد شین، آیا یه پله‌ای وارد شین، آیا استاپ کجا بذارید تی پی. این هفته میخوام توی تمرینی که دارین از هر مدلی که مدیر هستم که استفاده می‌کردیم باش راحت بودین استفاده کنیم و بهترین نتیجه‌ای که میتونین از در واقع مدیر هستم و ترکیب رو تکنیکال بگیرین رو این هفته تمرین می‌کنیم. محدودیت خاصی نداریم، تعداد پوزیشن هم لطفاً یه جوری باشه که تاثیرگذار نباشه روی پوزیشن. 10 تا خوبه، 10 تا خوبه، عالیه 10 تا پوزیشن بگیرین هفته. پس تمرین هفته رو امکانش هست که هم دو هفته بهمون فرصت بدیم و سی تا باشه؟ آره آره، من اینجوری موافق ترم که تعدادش هم بیشتر میشه. من اینجوری خودمون هم نتیجه رو بهتر میفهمیم اگه سی تا باشه. موافقم باهاتون. استاد یه سوال من بپرسم ببخشید، خیلی کوتاه. بفرمایید. استاد این سطوح عرضه و تقاضا همون تریدینگ زونای ما هستن؟ من همیشه اینو بین حمایت مقاومت با اون سطوح عرضه تقاضا اشتباه میگیرم. ببین ترجیح ما کجا وارد میشیم، توی حمایت ها میخریم، تو مقاومت ها میفروشیم دیگه، همون سطوح عرضه تقاضا همونان تقریبا همونان. اوکی اوکی. و یه سوال دیگه بپرسم استاد ببخشید، سطوح توی این ارزهای دیجیتال سطوح فکر کنم کمی بهتر دیده میشه درسته نسبت به فارکس؟ فرق نمیکنه. یه نکته بگم، من از واژه ارز دیجیتال که خیلی هم باب شده رمز ارز من اصلا خوشم نمیاد، هر جا میشتم من مو مورمور میشه متاسفانه اینم دیگه. ببین پیپر هم ارز دیجیتال دیگه، یا مثلا چه بدونم وب مانی هم ارز دیجیتال دیگه. من نمیدونم چرا باب شده، جالبه فقط تو ایران هم میگن، توی هیچ جای دیگه نمیگن. ولی ببخشید اینجوری حالا میگم، هر وقت اسمش میاد یه جورایی دوست دارم همیشه دقیق باشه، یعنی واژه ها درست بیان بشن، به خاطر همین از شما میخوام اگه حداقل شما این کارو بکنید. حتما. اصلا دلیلش این اینفلوئنسرای اینستاگرام اون بله میدونن که خیلی معروفن، همونا هر دفعه دارن میگن و یه جورایی باب کردن تو مرد. بازم اسکای میکنه. ممنونم استاد جواب دادید. طرف میگه اینفلوئنسر اینستاگرام خیلی جالبه،
همین هفته گذشته گذاشتم توی کانال ادی زیادی ضرر کردم برای همین قضیه پام کردن. طرف حتی به ارز دیجیتال میگه، حالا بگیم اسمش ارز دیجیتال، اونم راضی باشه، میگه سهام. یکی از کسانی که به قول حالا خودش 1,000,000 تا این چیز داره، فالوور داره، پام کردن، کلی آدم بدبخت شدن که ایشون تونسته مثلا کلی سود بگیره و اسمش گوشه سهام. من از این سهم تونستم سود بگیرم. یعنی دیگه با هم دستی هم زدم سرم، نزدیک چند هزار، 22,000 نفر هم ضرر کردن توی همین قضیه پام کردن. که استاد مشاور وزیر اقتصاد به بیت کوین میگه بیت کوین. بله بله. بعد شما چه انتظاری داری اگه اینفلوئنسر؟ من از مردم تعجب میکنم، چون ببینید کلاهبردار همه جا هست، شایعات همه جا هست، ولی خیلی دنبال اینان مردم، خیلی. اصلا نمیفهمم چرا، واقعا نمیتونم درک کنم خیلی اکثر مردم. بعد میگم واقعیت رو مردم میگی، براشون جذابیت نداره. خیلی جالبه برام. و از اون ور باید کلی آدم قربانیشن با کلی ضرر، تازه بسن بفهمن که داستان چیه. بگذاریم. خب بگه خدایا بسته دیگه. دقیقا. داد مجام بیا بالا ببینم شما دستت بالاست. استاد ببخشید. خواهش میکنم. من معمولا میفتادم نفر آخر، همیشه وقت کم میومد و دیگه بچه ها خسته بودن، نمیشد زیاد صحبت کنم. یه دوست موضوع، یکی این که توی یکی از تمرینای هفته قبلی، اون دو هفته قبل، تمرین دو هفته ایه، من یه پوزیشنی اومدم اصلا حواسم به حجم نبود، بلوش فکرم 1,500 زدمش و بلافاصله خب رفت توی منفی. من اون استرس این که خطا داشته باشم و به جورنا تاثیر بذاره، اون استرس منو گره. قیمت درسته؟ جان؟ هفته پیش فکر کنم گفتی در موردش که اشتباه نکنم، درسته؟ نه صحبت نشد راجبش. من یکی دوست دیگه بود فکر کنم، من اشتباه میکنم. اوکی. بعد میام همون اول خب 6-7 دلار توی ضرر بود، من گفتم خب میاد رو 10 دلار دستی میبنده میشه. اومد رو 10 دلار باز اومد بالا، گفتم خب من این داره برمیگره پس نگهش میدارم. باز دوباره اومد رفت پایین 12 دلار 14 دلار منفی، گفتم خب خطا میشه چیکارش کنم. این میام این فکره هی با من درگیر شد، بس این سه شو میخوام روانشناسی شد. باز دوباره برگشت اومد رو 7-8 دلار، گفتم خب نه دیگه این اوکی شد دیگه، داره برمیگره بالا. یه دفعه رفت 20 دلار منفی شد که دیگه من اونجا دستی بستم. اینو من تو حساب ریلم همیشه باش درگیر بودم، جایی که استاپ نداشتم یا حجم اشتباه وارد میکردم و نمیدونم اینو چجوری بتونم کنترلش کنم که نگه دارم ضرر رو ببندم همون لحظه برمیگرده. این مشکل تقریبا 95% از آدم هاست توی این بازار نه. و در واقع باعث میشه که خیلی از بازار عقب بیفتم. ببینید وقتی که ما هیچ پلنی نداشته باشیم برای ورود به بازار و برای خارج شدن، و توی این مواقع گیر میفتیم که چیکار باید بکنیم. شما از تمام بحث من در مورد در واقع مدیریت سرمایه اینه، ریسک شما از اول معلومه، اگر معلوم نباشه نمیدونی چیکار میکنی و توی 99% موارد هم تبدیل میشه به در واقع ضررهای سنگین که قابل جبران هم نیست. خب شما ریسک تو باید مشخص بکنی آقا چقدر حاضر زر. بحثی که ما توی این در واقع دوره میکنیم چیه؟ همش بحث ریسک دیگه. میزان ضررمون باید مشخص. ببین دادم جان اون سری هم راجب اون حرکت قیفی صحبت کردیم، ما باید ریسک رو محدود بکنیم و تو این دوره همه روی این خیلی کار کردیم دیگه. اینجا نباید بگیم که ما الان نمیدونیم چی کار بکنیم. خب میدونیم که ما آقا در حسابمون دیگه بیشتر از مثلا 5% 10% در یه پوزیشن نباید بره تو زرر. 5% خیلی زیاد، نباید بره تو زرر. بعد اگر این کار اگه نپذیریم، ببین بحث روانشناسی، ما نمیخوایم بپذیریم که ضرر کنیم، این اصلا مربوط همه ماست. خب ضرر به ما حس چون برمیگشت، هی این حس من که داره برمیگره، میدونی این باعث میشد که این دقیقاً می اومد 10 دلار باز برمیگشت 5 دلار. نقطه‌ای که تمام تازه کارا اینو تجربه میکنن. حالا ممکنه ببین یه بار شانس بیاری برگرده روی سود بسشه، ممکنه نه و برنگره ضرر سنگین بزنه. برای همین بحث در واقع ریسک هر پوزیشن مطرح میشه. شما مثلا فرض کن اگه مثلا ریسک خیلی پایین همون 1% گرفته بودی، خب به جایی که مثلا فرض یه لات گرفته باشی، مثلا تو حسابت توی مثلا 200 دلار ضرر باشه، تو 20 دلار ضرر بود، حالا میتونی یه حجم دیگه هم اضافه بکنی. جا داره حسابت روی یه والنت
نیسان مزدا یه ده تن بار نمیذارم، ولی وقتی مثلا 100 کیلو بار باشه میتونی یه 100 کیلو دیگه هم اضافه بکنی. خب میتونی اینجوری مثلا میانگین گیری بکنی و با ضرر کم خارج شی، ولی وقتی که مثلا ریسک حساب سنگینه اصلا حتی فکر کردن نره، باید ببندی و ضرر بیاری تمامش کنی بره، چون اگه این کار نکنی ممکنه یه کل حساب بره و بعد بپذیری اون ضرر، بعد به خودت اینو در واقع چی میگن تأکید کنی که من این ضرر رو میکنم که این به بعد اشتباه نکنم. میدونم دردناکه، داغ داره، پولت زحمت کشی به دست اومده، من بخواد دستش بده خیلی اعصابش خرد میشه، ولی وقتی این کارا میکنم من با خودم به خودم میقبولم که آقا تو این اشتباه رو کرده، حجم بالا گرفتی و اینم نتیجهشه، باید بپذیری نتیجه رو، در واقع بپذیری تا دیگه این کار تکرار نکنه. اگه نکنی چی میشه؟ همین قضیه رو هی تو تکرار میکنی تکرار میکنی، یه بار میپری، دو بار میگم جستی بالاخره گیرش میافتی. وقتی تکلیفت رو با خودت مشخص کنی که آقا من میدونم به اینقدر ضرر بیشتم نمیخوام قبول کنم، همیشه همینه دیگه، همیشه حسابت مثلا فوقش 10 بار پشت سر هم 10 تا 3% ضرر میکنه میشه 30%. خب ولی اگه یه بار از این در واقع 10 بار بره تو حسابی، ممکنه کل حسابت کار کنه، یا 100% کل حساب بره. البته من این هفته استاد بعد از 3 ماه اولین بار اومدم رو حساب ریال، 3 ماه اصلا هیچ تریدی نداشتم، گفتم یه وقفه بیفته، خدا رو شکر تمام این تمرینات جدا میام بدون هیچ تعارفی واقعا برام تاثیر داشت، یعنی تونستم بحث این که استاپ بذارم تی پی بذارم و اصلا دیگه نگاه به چارت نکنم واقعا برام خوب بوده. و یه اولش هم خیلی رفتم ریسک تو ضرر، دوباره داشتم عصبانی می‌شدم از خودم که چرا شروع اینا، ولی خب خدا شد تا آخر هفته برگشتم به اصل پولی که به قول معروف تو این هفته وارد کرده بودم با تمام همین مدیریت‌ها و تکنیک‌هایی که تو این چالنجرز تمرین کردیم. اوکی دانش، حالا که اومدی روی ریل، حالا که اومدی روی ریل به حجم بیس شروع کن، ببین دراز مدت به بازار، ببین دراز مدت، ببین اگه این کارو نکنی، اگه این کارو نکنی کل داستان معامله گریت میشه بالا پایین شدن احساساتت، ضرر سود ضرر سود. ببین سعی کن که اگه دراز مدت نگاه کنیم، ما یه افق خیلی بهتری با یه سودای ریز ریز در پیشمون خواهد بود دیگه. اگر نکنیم هی میخوام از دست ضرر فرار کنیم یا سودا رو بگیریم، دست ضرر فرار کنیم، یه کل داستان معامله گری میشه همین و فقط فرسایشی میشه، به درد نخور میشه. ببین فقط یهو میبینیم 3 سال گذشته 4 سال گذشته، یا خیلی هنر کنیم برگشتیم جای اولمون، خیلی هنر کنیم ضرری که کردیم و برگردیم دوباره. من نمیخوام تو این داستان بیفته، همش هم برمیگرده به همین بحث روانشناسی مدیریت ریسک. کل داستان تریدینگ همینه، تکنیکال شما فرض بگیرید اصلا من گفتم 20%، اصلا شما شیری آخرت بنداز، اصلا ما جهت داشته باشین، یعنی شما هیچ جا وارد نشو، فقط مثلا هیچ برسه تکنیکال وارد نشو، همینجوری شانسی وارد شو، فقط جهت رو در نظر بگیر. باز میبینی با این مدیریت سرمایه و روانشناس مناسب میتونی مثلا مثبت باشی از خیلی کسایی که تکنیکالیست های خیلی قوی هم هستن، ولی چون مدیریت سرمایه ندارن، به روان خودشون مسلط نیستن، نمیتونن سود بگیرن. من این داستان بالای 10 سال آدمایی که میشناسم، یه تکنیکالیست فوق حرفه‌ای، من از 10 سال این طرفو میشناسم، در واقع خیلی تشخیصاش درسته، ولی جرئت نمیکنه پوزیشن بگیره، اینقدر این هی ریسکش رعایت نکرده، هی ضرر کرده، هی ریسک رعایت نکرده، هی ضرر کرده، دیگه داغون شده نظر روانی، نمیتونه دیگه هیچ ضرر رو تحمل بکنه. دقیقا من خودم روز اول خب میگم ضرر کردم، چون میگم بعد از 3 ماه هم بود خیلی واسم سنگین بود، ولی خب گفتم دیگه جزء واقعیت بازار که نمیتونی منکرش بشی و باید بپذیری. حالا اینجا اشتباه کردی، خب دیگه تکرارش نکن. و شروع کردم بعدش واقعا تمام این مسائل پیاده سازی و خب ازش واقعا بهره گرفتم، یعنی به نتیجه رسیدم و تونستم ضرر رو جبران بکنم. دمتون گرم. تمرینی که داشتم انجام میدادم. زنده باشی. دمتون گرم. زحمت شماست و واقعا میگم چه حالا مرحله بعدی باشم چه نباشم، یک دنیا ممنونم ازتون، واقعا بهم کمک کردید. و اوندان یه روزی یه جا بتونم جبران بکنم تمام این زحمات و لطفه که موفق شو بهترین جبرانه. اصلا من حالا موضوع بعدی هم برم، ببخشید حالا وقتم نگیرم، امکانش هست چارت آزی دلار رو بیارید؟ آره حتما. خوش ببخشید. نه خوش. این هفته اصلا من حساب ریالی همین نفت رو گرفتم، خدا شکر سودش هم گرفتم، نزدک هم زدم. بهتر هم عمل کرد، نزدک برای من خوب بود، ولی نفت خیلی زدار بود. من نفت، من دقیقا همین پول بکر رو از وسط های شهدوش گذاشته بودم، جایی که گذاشته بودم بعد شد وسط شهدوش و رفت
یه مرحلهش هم خارج شدم و ریسک گیری کردم، خدا شکر خوب بود. نوش جونه، نوش جونه، زنده باشید استاد. آزی دلاره تایم 4 ساعتش اگر لطف کنید. اوکی خب اینجا ما یه آزی دلار چه فرق داره با 4 تیکی من داشتم؟ خب میخوای اینا رو خواهد تیز کنم که شما اگه استاد ما اینجا الان یه سرشانه داریم درسته؟ بله کاملا. بذار خطش هم برات بکشم. خط گردنش هم شکست، پول بکش هم زد و دوباره باز رفت بالا. درست. و این هم یه ساعت بعدیشه. بذار برات بکشم. این هم یه ساعت دیگه‌ش. اوکی. اما خط گردن رو استاد از دقیقا این دوتا همونجا که خط زرد رو انداختیم پایین، این دوتا رو من گرفتم خط گردن. نه نه قسمت دقیقا زیر دی و یو، زیر دی و یو دوتا کندل. آره من اون خط رو به صورت افقی از ادامه همین زونی که مشخص کردید گرفتم اون خط گردن. نه اینجایی که الان موستون هست اگر با تاخیر نگیبینم شونه چپشه، اون پایین که سره و اون قسمتی که الان خط زرد افتاده روی زون. آره اونجا. آره درسته. درسته. حالا ما تو تایم هفتگی که بیایم واسه برعکس سر و شونه داره تشکیل میده فکر کنم. اینا ما باید چجوری باش کنار بیایم؟ برعکس. یعنی 4 ساعت سر و شونه است به سمت بالا ولی تایم هفتگی سر و شونه داره بالا اتفاق میفته. کجا رو میگی سر و شونه؟ این که قبلا بوده که کدومو میگی؟ نه دقیقاً این سمت چپ تصویر، این شونه چپ حساب نمیشه. اگه زیگزاگ بنازی با زیگزاگ دقیقاً شکل سر و شونه میشه. آها این سر و شونه، یعنی این میگی شونه چپ، این شونه راست؟ آره من به این شکل میگم. خب اوکی ببین شاید اینجوری باشه ولی خیلی این تایم میخواد برای تشکیلش. ولش کن تایم هفتگی رو، ولش کن وقتی تایم 4 ساعته. این چند تا 4 ساعته، چند تا روزانه میخواد این تشکیل بشه، کاری باش نداریم اینو. بعد اینجور موقع میتونی از الگوی کندلی کمک بگیری. این انقدر آبسس هم نسبت سر، هر جا سطح میبینم باید بکشم. دیدی مثلا بعضی چیز میشن شرطی میشن از تو خیامون را میرم مثلا بین دو تا چیز میبینم شبیه پرایس اکشن میبینم تو سطح شد بکنم یعنی سطحشه. اما رو الگوی اینجوری هم همین نزدک هم این هفته من اون قسمت که شما فهمیدید تو تایم یک ساعته الگوی پروانه تشکیل شده بود، من سیل گرفتم بارش نزدک. آکی بالا. آره من این قسمت همین هفته یه الگوی پروانه تشکیل شد روی فیبوی که زده بودم، همونجا سیل گرفتم و اومدم تا تقریبا همون ساعتی که شکسته بود. اون شما اولش سیل موج قبل. عالی عالی. من دقیقاً از قبلشونو گرفتم تا اونجا خارج شدم، یعنی بایم اونجا تصفیه کردم چون یه ساعت مهم بود. خب الان ببین، حالا من الان از آزی چی اون سرشونه که هفتگی ول کن، تایم روز این هفتگی کندلش که می‌بینی اینجا دوجی بوده هفته گذشته، اینجا خیلی کوچیک بوده. تایم روزانه نگاه کنیم اینجا ببین یه کندل همینجا. ببین اینجاها جاهایی که خیلی میشه گفت ریسک و میره پایین. من اینجا ساعت بود وارد نمیشه، وارد بای نمیشه، ولی الگوی کندل روزانه رو می‌بینی، یه الگوی انگالفینگ. بله. آره مثلا اینجاها اگه کسی مثلا خلاف روند کار کنه بهتره که تایم بالاتر باشه، تایم بالا خطاش کمتره. حتی ببین صد هم بوده با صد شکسته به سمت بالا رفته. می‌بینی؟ و اینجا هم مثلا نگاه کن، الگوی روزانه خیلی جا کمک می‌کنم برای ورود. این ستا کندل هم که میشه ستاره اسکای دیگه. دقیقاً بله. و کندل روزانه‌ام که اگه اینجاها دیگه خط روند میشکنه دیگه باید بریم تا این پایین تر. همین تا این پایینی که اینجا هم باز می‌بینی کندل انگالفینگ هم روی چیز بوده، روی در واقع شونه راست بوده. الان اینجا چه چیزی من میتونم؟ هم فقط کندل هفتگی بود سوال شما؟ آره میام من میگم چون ما الان 4 ساعته داره به سمت بالا نشون میده مسیر، سرشونه تشکیل شده و باید بره بالا. حالا ما بر اساس این بالا رفتن و اون سقفی که بر اساس اون سرشانه باید در نظر بگیریم به عنوان تی پی، میشه اون محدوده رو به عنوان برگشت شونه هفتگی حسابش بکنیم یا نه مثلا اینو ترکیبش میخوایم بکنیم؟ آره ولی به نظرم ببین تا هفتگی بخواد به شما سیگنال بده 4 ساعته چند بار به شما سیگنالای خوبو میده، یعنی تو 4 ساعته به شما نشون میده که بخواد برگرده. مثلا اگه این ساعت رو در نظر بگیریم اینجا همین
سطح که دورش زرد کشیدم نگاه کنیم، مثلا یه جی پی اس کوچیک تو تایم بالا هست، مثلا تایم روزانه هم که دیدیم که اونجا مثلا سه تا کندل روزانه ایونینگ استار بود. خب برای این خیلی نگران هفتگی نباش، هفتگی رو بذار کندل هفتگی بسته شه چک بکن تا اینکه مثلا گمراه ممکنه بکنه، چون ما خیلی موقعیت های تایم پایین ما دست میدیم. مثلا خواستم این تفاوت این تایما رو ببینم میشه شکل میده جان. ها تایما رو میخواست این تفاوت تایما رو خواستم ببینم به چه شکل میشه این رو با هم دیگه تفاوت تایما. ببین من میگم من کندل هفتگی رو فقط آخر هفته معیار قرار میدم، به خاطر اینکه هزار تا اتفاق تو طول هفته میتونه بیفته که تو 4 ساعته یا 1 ساعته اون رو نشون میدن، خودشون میگن که قیمت میخواد برگرده. الان مثلا همینجا خط قرمز هم هست راست میگه این دوستم نمیدونم کی بود گفت یه ساعت کیوان نگاه کن دقیقاً یه ساعت چیزام داری. برای بای دیگه من اینجا ترجیح میدم که اینجا خرید انجام ندم، خط روند دو طرفو میکشم. ببین این الان یه خط رونده، خب این الان میشه تقریبا نوترید زون ما. اگر این سطح بشکنه به سمت بالا خیلی راحت پول بک بیست، از اینجا سطح عقب داریم دیگه، خط آبی رو میبینید. اگه بشکنه به سمت بالا اینجا مثلا نقطه ورود خوب میشه، استاپ هم مثلا میتونه باشه زیر این لو، یا اگر کندل تشکیل شد دیگه میشه تریگر ورود ما کندل دیگه میشه بعد از تشکیل کندل که استاپ هم یه مقدار زیر کندل قرار میگیره. اینجا مثلا اگر بخوایم فیلتر کنیم میتونیم ورود دو مرحله داشته باشیم. تکنیکال خیلی مهم میخواد ورودای دو مرحله، بازم تکرار میکنم دوستان اگه خوب جواب نگرفتن بنظرم یه مقدار رو تکنیکالشون کار کنن، و اگر هم با ورود یه مرحله خوب جواب میگیرن همون رو برن جلو. ممکن مثلا همینجا وارد شیم بعد از این ساعت، اگه ساعتشو بکشم مثلا فرض کن اینجا بیاد بره بالا چیز کشیدم اشتباهی این بوشن نمیاد اینجا مثلا بیاد بره بالا بیاد اینجا اینجا مثلا یه کندل بده، کندل مثلا انگالفینگ 4 ساعته بده یا مثلا ایوینینگ استار یا مورنینگ استار یک ساعته بده. اینجا مثلا میشه وارد شد، استاپ هم مثلا میشه گذاشت پایین همون الگو، یا میشه مثلا دو پله ایش کرد که هانتینگ مثلا نشه. این چی میگم؟ ولی معمولا خیلی وقتا این سطوح اینقدر واضحن که مثل همینجا که میبینین هانتینگ هم نمیشه. یه نکته خیلی جالب دوستان گفتن مورد جوف ارزا که ممکن کی بود من گفت جوف ارزا نوسانشون کمتره یا من پرسیدم شما پرسیدید سوالت چی بود؟ گفتم سطوح، گفتم این سطوح تو کریپتوها بهتر دیده میشه یا تو ارز تو جوف ارزا بهتر سطوح مشخص میشه اصلا؟ ببین به نظر من وقتی سطوح میکشم تقریبا تو همهشون یه جوره، مطابق نوسانات کریپتوها بذاریم بیارم براتون ببینید یه جایی اصلا نمیشه این نوساناتو حتی تفسیرش کرد، یه جاهایی که دادو جا کاری نداری با این آیدیوستی؟ نه دیگه دستتون درد نکنه زحمت کشیدید. بسیار من یه سال رو این بپرسم ببخشید. اوکی باش به دور برمیگرم فقط این تیکر رو بگم نخواهش این تیکر رو بگم نگاه کنین اینجا نوستاناتو بالا پایین شدن چقدر بالا پایین میشه باشد. اینجا خیلی سخت میشه اینا رو تشخیص داد و این در واقع نوستاناتو گره. این خیلی وقتا اگر توی کریپتو جهت نداشته باشیم اینقدر پر نوستانه، خیلی مثلا شاید دارم بعضی از کریپتوهایی که توشون مخصوصا مارکت کپ های پایین دارد، این مارکت کپش بالاست ولی نگاه کنین سایه ها رو از اینجا تا اینجا ببین چه فکر کنم نزدیک 200 درصد. اینجا چنده؟ اینجا 8، اینجا 23، یعنی سود 3 برابره تو اچنت 4 ساعته. از همین واقعا تو چند تا کندل است که از پایین تا بالا اومده نزدیک 3 برابر شده. خیلی نوسان شدید داره، خیلی دقت میخواد و خیلی مهارت میخواد اتفاقا، بخاطر اینکه این یه خطا اینجا بکنین ببینید بکنی همینجا همین سایه که اینجا میبینین اینجا میبینین خب ببینید اینجا قیمت 8 دلاره، اینجا قیمت 19 دلاره، بیشتر از دو برابر. و هیچ کس اینو نمیتونه بگه، اینو بهتون میگم تنها اینوستر، تنها کسی که دراز مدت هولد میکنه ممکنه از نوسانات دور بمونه، هیچ تریدری نمیتونه اینو بگیره. بهتون قول میدم فقط نوساناتی که تو فقط برای ضرر زدن به تریدرها
در واقع ایجاد میشه، یعنی ساخته میشه به این شکلی. پس مثلا نمیشه قاعده مشخصی گفت، خیلی جاها که قیمت معنا نداره اینجوری میشه، ولی مثلا توی ارزها به خاطر اینکه مارکت کپ های وحشتناک داره، هر کدوم مارکت کپ یه کشور دیگه اولا میخوای حساب کنی، نمیتونه همچین به این شدید داشته باشه. فقط خبرها میتونه یه سایه بندازونم هر از گاهی. برای همینه من فارکس رو از نظر در واقع منطقی تر بود از نظر تکنیکال ترجیح میدم به در واقع کریپتوها. کریپتوها مثلا میگم اینجا فرض کن این کجا بگم اینجا کجا خرید کرده باشم، اگه خیلی باید مهارت داشته باشیم مثلا روی سطوح وارد شین، خیلی مهارت میخواد و خیلی مهارت میخواد نگه دارین روی سطوح دقیق خارج شین. مثلا اگه اینجا وارد شین استاپ این تیپی اینجا نذاری یه لحظه میاد و برمیگرد. مثلا من تی آر ایکس رو دارم، خیلی دوستان که با هم همراه بودن قبلا میدونن من تی آر ایکس رو اینجا خریدم، استاپ تیپیم اینجا بود دقیقا رو 18 اینجا اینجا نخورد، برگشت پایین از 18 شد 400. ببینید چقدر در واقع تفاوت داره. یعنی میگم فوق‌العاده های ریسکه. من چون هولد میکنم و نقاط پایین میخرم میتونم تحمل بکنم. الان نگرشتم الان هنوزم کنوز بازه، اینجا خریدمش و در واقع نگرشتم بازم مثلا تو سود تقریبا نزدیک 3 برابری، ولی در صورت مثلا خیلی های ریسکه برای کسانی که مثلا حتی مهارت هم داشته باشن باز خیلی سخته در واقع به عنوان تریدر توش کار کرد. حالا دوستان میان در واقع روشت کنم کار میکنن که دیگه بدتر است. خب آزی دلار رو میخواست من دیگه نمیشه دیکم پایین تر بزنیم، مثلا جایم تمامون رو دیکم کمش کنیم مثلا رو 16 بذاریم. آره میشد، نمیگم نمیشد، ببین اون موقع آلت سیزن بود احتمال اینکه بره بالاتر هم بود، یعنی برای همین اینجا دقیقا جایی بود که دیگه آلت سیزن تموم شد، یعنی بیت کوین یهو ریخ، بقیه هم دنبالش مثل چه میگم گوسفندی که زنگوله داره هر سمت میره آلت کلا دنبالش میره. استاد میگم به نظر شما مثلا برای کسی که ترید میکنه، ترید است نه کسی که هولد میکنه، این رمزارزها بیشتر به درد مثلا تارگت های کوچیک نمیخورن؟ آدم بگیره مثلا سریع مثلا یه تیپی کوچیک رو خارج شه. اتفاقا ببینید خیلی جالبه، قابلیت خیلی خوبی دارن رمزارزها برای کار کردن، منتها این نوسانات اگه کسی بتونه دور بمونه. یعنی من خودم مثلا کاری که میکنم فرضاً میام توی آندر والیود میخرم مثلا اینجاها، خب میاد پایین میاد پایین دوباره اینجا میاد عد میکنه، اون بردای پله اینجا به درد میخواد توی اسپات رمز ارزای خوب. و اینجا مطمئن باش ببین چقدر آدم ضرر کردن، استاپ خوردن ضرر کردن. من این کارو نمیکنم، من میام پله وارد میشم و نگه میدارم تا مثلا سود خوب بهم بده. همین الان مثلا تی آر ایکس رو البته داشتم عد نکردم، ولی مواد پایین باز نگه داشتم چون نقاط خیلی خوب از نظرم باز آندر والیو. خب برابری نظر شما همونه دیگه، برای کریپتو بهترین کارش اثبات کردن و هولد کردنه دیگه. بهترین کار به نظرم همینه. بعد مگر اینکه یه چیزی بهتون میگم، مگر اینکه توی جاهایی که میخوایم وارد بشیم الگوهای دقیق قیمتی بدون نوسان باشن، مثل همینی که همینجا در واقع ماتیک بودم روی صحبت کردیم. چی بودم روی صحبت کردیم؟ ماتیک اینجا که در مورد صحبت کردم ماتیک باید اشتباه نکنم 4 ساعته، مثل اون جایی که الگوها خیلی واضح‌تر بودن که خود همون باعث شد که یکی از دوستان بگه چقدر مثلا واضح‌تره، مثلا کریپتو دات بود استاد جان، دات بود، پولکا دات بود، دات بود. اوکی بله اوکی آره داره درسته دقیقاً. ببینیم مثلا تو دات دقیقا نقطه خیلی خوب بود، ولی میام بازم خود من واقعیتش برای ترید کردن با فیوچرز اصلا باش مشکل دارم، نمیگم میترسم، باش مشکل دارم، چون همین نوسان همین سایه ها که اینجا داری میبینین، این سایه ها اینا تماما برای زدن استاپان خیلی مهارت میخواد، خیلی دل میخواد یه جورایی، و من کم دیدم دراز مدت رو اسپات. اکثر اینا که میبینید که چارت میذارن، نمیدونم پی ان ال میذارن، نمیدونم ما انقدر سود کردیم، اکثرشون فیکه، اکثرن فیکن و گمراه میکنم بقیه رو. اصلا فرض بگیریم که مثلا من الان کلی دارم سود میگیرم، برای چی باید بیام هر روز مثلا
استیتمنتمو بذارم اگه نمیخوام پول از مردم بگیرم. گول نباید بخوره میدونید، شماها الان دیگه بهتر میتونید اینا رو تشخیص بدین که اینجاها مثلا خیلی سخت میشه، مگر اینکه به صورت اثبات اینجا بخریم نگه همی داریم.